turn and the channel switch and we move from one language to another. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And if there is a possibility of a third language, we can do that as well, but not tonight. Arabic and impetu-proof Francais, so we can bring everything together. قال الله العظيم في محكمة التوبة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. سوره آل عمران آیه 30. روزی خواهد آمد که در آن روز هر نفسی و هر انسانی هر عمل خیری را که در هر عمل خیری را که انجام داده در برابر خود می‌بیند و اعمال ناشایسته را دوست دارد که بین آنها و بین او فاصله زیادی بود. خداوند خودش به شما این اخطار را می دهد و بدانید که خداوند به بندگانش مهربان است. خلاصه از بحث گذشته را ما دنبال کنیم، بعد بیام تا شرح بدم چرا من این آیه را می دهد. دیشب در بحثی که داشتیم گفتیم برای اینکه خلقت انسان در قرآن، انسان به صورت یک معجون مرکبی از ماده و روح ذکر شده. سوره بقره که همون مسئله جنسیس در اسلامه از آیه 30 شروع شد. حالا تعبیرات مختلفی در مسئله روح، ماده، جسم، حالا هر چی که هست، اما قدر متیقن مرکب از ماده و معناست، ماده و روح. زندگی، تعبیر از زندگی و برداشت از زندگی هم ارتباط مستقیمی داره به اینکه زندگی ما یک زندگی مادی مرکزی باشه یا خدا مرکزی. یعنی در زندگی ما آیا هدف فقط ماده است یا اینکه ماده وسیله است برای رسیدن به اهداف بالاتر. این دو نوع زندگی. در نتیجه این دو نوع زندگی و این دو نوع برداشت، دو برداشت مختلف کاملا مختلف از مرگ. اونی که ماده مرکزه و دائما در زندگیش مادیات براش مهمه، مرگ شاید به صورت بزرگترین ضربه ایست که به این شخص به شخص خواهد خورد، چون هیچ آمادگی برای مرگ نیست. اونی که از دنیا استفاده میکنه برای رسیدن به اهداف بالاتری و دنیا وسیله است براش نه هدف، این افراد کاملا با مرگ زندگیشون بین یک فاز و فاز دوم، بین این مرحله زندگی و مرحله بعدی است. حتی اسم مرگ و نیستی را در زندگیشون نمیبرند، انتقال از یک مرحله زندگی به یک مرحله زندگی دیگه میدونند و دائما در این محدوده دارن در حال حرکت هستند. در طول علت این که من این آیه رو انتخاب کردم، در طول این چند شبی که من اینجا مهمان شما هستم، به خصوص این 4-5 شب گذشته، در لابلای اشعار و سینه‌زنی ها یه نکته هایی گفته شد که من یه خورده برای من سنگین تمام میشه، قابل هضم نیست. سوالی که هست اینی که در روز قیامت قضاوت بر چه قاعده است؟ آیا قضاوت در روز قیامت بر قاعده عمل و کردار یا یک مسئله دیگه است؟
گاهی اوقات در لابلای سینه زنی ها و اشعاری که خونده میشه طوری ما توجیه میکنیم که گریه و سینه زنی و اشک ریختن معیار قضاوت در روز قیامته. این بر تمام مخالف تمام مبادی اسلامی است. آیه ای که من اول عرض کردم، آیه آل عمران، سوره آل عمران آیه 30، به اضافه آیه های دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا، خدا مرکز باشید، دائما خدا در زندگیتون حکومت کنه. ولتنظر نفس، دائما در فکر باشید که چه عملی رو برای آخرت دارید میفرسید، برای آینده دارید. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، این دوتا، اونهایی که به بهشت خواهند رفت و اونهایی که به جهنم خواهند رفت، در یک سطح قرار نمیگیرن. اعمالشونه که یک گروه را به جهنم میفرسته و یک گروه را به بهشت. حدیثی از پیامبر اکرم، گروهی میان پلوی پیامبر میگن یا رسول الله ما را اندرز بده. حضرت میگه از همکنون، ترجمه حدیث، از همکنون رفیقان و مصاحبان و معاشران خوبی برای خود در جهان دیگر انتخاب کنید که در آن جهان همراه و مصاحبان زنده هر کس همانا اعمال آن اشخاص می باشد. بحثی از سینه زنی نیست، بحثی از گریه کردن نیست. اشتباه نکنید، حسین، مکتب حسین، قیام حسین، هیچ کس نمیتونه انکار کنه که جنبه احساساتی توش هست. آقا بچه 6 ماهه با تیرس شعبه، این حتی اگر سنگ ترین دل دنیا هم بخواد بشنوه جریان و قصه را، شروع میکنه به تغییر داده. این محل بحث نیست. محل بحث اینه که ما واقعا این قیام عاشورا رو و این نوح سرایی رو و احساساتی که داریم نسبت به امام حسین در لابلای بقیه اعمال بایستی قرار بگیره، نه not as a substitute for it. امروز صبح در خطبه نماز جمعه من اشاره کردم، هر شخصی در زندگیش 3 مصاحب و 3 دوست داره. 1 مالش، 2 زن و فرزند و دوستانشه، 3 عملش. مال شما در وقت مرگ که رسید در بانک ها میمونه، به شما ارتباطی نداره. اگر خانواده خودتون رو درست تربیت کرده باشید تا دم قبر با شما میام. Not more. تا به حال من ندیدم بچه بیاد بره توی قبر با پدرش یا با مادرش، یا خلاصه یا زن شوهری بیاد با زنش، یا زنی بیاد با، تا دم قبر میان ولش میکنه. عمل شماست که با شما از اون لحظه همراهه تا اون لحظه ای که برسید جلو معیار الهی وایسید و جواب بدید. معیار قضاوت عمل. ابو سعید ابوالخیر، شاعر صوفی معروف یا عارف معروف قرن 5 هجری، رباعی زیبایی داره، میگه که فردا که زوال 6 جهت خواهد بود، قدر تو به قدر معرفت خواهد بود. در حسن صفت کوش که در روز جزا، حشر تو به صورت صفت خواهد. اعمالی که در این دنیا داشتید، شما طبق اون اعمال منصوب به اون صفت زنده میشید. این مسخی که گاه گاهی در بعضی از آیات قرآنی بهش اشاره میشه، یعنی عوض شدن چهره ها، این به خاطر واقعیت هایی است که در نهاد ما هست. در حسن صفت کوش که در روز جزا،
حشر تو به صورت صفت خواهد بود. هیچ وقت این حواستون جمع باشه، امام حسین تایر یدک نیست که وقتی ما پنچر بشیم بخوایم مراجعه بکنیم آقا تو مشکل گیر کردیم بیا ما رو نجات بدیم. برای همینه که اسلام میگه دل بستن به دنیا مذمومه، چون برای همیشه اون رابطه عشق و عاشقی، اون حب طوری میکنه که انسان رو کور میکنه. کسی که عاشق و دلباخته دنیاست برای آخرت هیچ قدمی رو بر نخواهد داشت. یه داستانی رو امروز بعد از ظهر داشتم فکر میکردم در نوتهام، یه داستانی نقل میکنن از ابو علی سینا و همین ابو سعید ابو الخیر که عارف معروف قرن پنجم. ابو علی سینا در این حالی که فیلسوف بزرگی بود و مغز عجیبی داشت، یک خردهی حالت تکبرم توش بود. چندین مورد هست که انتقاد میکنن ازش. به خودش مغرور. روزی میره در درس ابو سعید ابو الخیر. ابو سعید داره درباره ضرورت عمل و آثار طاعت و معصیت در روح روان انسان و چگونه این آثار طاعت و معصیت در آخرت جلوه میکنه داره درس میده. این مغروری ابو علی سینا یک رباعی رو اونجا شروع کرد بخوندن. ما ایم به عفو تو تولا کرده و از طاعت و معصیت تبرا کرده. آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چو ناکرده. معیاری رو که داره میده که آقا عفو تو حتی اگه من گناهکارم باشم میبخشه، تمام شد رفت. این خلاف مبنای عدل الهی است که من بیام فسق و فجور دنیا رو انجام بدم، توقع داشته باشم که در یک چنین مجالسی شرکت بکنم، من ممکنه اشتباه از من باشه، برداشت من از این مسئله اشتباه بوده، اما خب امیدوارم این شکلی باشه، بیام در این مجالس شرکت بکنم، دو تا سینه بزنم، تمام گناهان ما بخشیده شد. رول امام حسین میشه همون رول چرچ در شنبه صبح در کاتولیک که شما برید اعتراف بکنید تمام گناهانتون بخشیده شد. بیا 4 تا سینه بزنید، گناه بخشیده. ابو سعید ابو الخیر یک جواب زیبایی در همون لحظه جوابش داد. ای نیک نکرده و بدیها کرده، وانگه به خلاص خود تمنا کرده. بر عف مکن تکیه که هرگز نبود، ناکرده چو کرده، کرده چو ناکرده. معیار عمله. تو اگر عمل نداری نمیتونی امید داشته باشی به عف. اگر عمل رو داشته باشی یه خورده کم و زیاد شد، اون وقت میتونی به مسئله عفو و مسائل دیگه مراجعه. نه اینکه ما تمام فسق و فجور دنیا رو انجام بدیم. آقا نماز نمیخونیم، روزه نمیگیریم، واجبات شرعی رو انجام نمیدیم، خمس نیست، مال مردم رو میخوریم، دروغ میگیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، در یک چنین مجالسی میایم 4 تا اشک هم ریختیم به پیشونی خودمون زدیم، 4 تا اشک هم ریختیم. چه دردی رو برای من روز قیامت دوا خواهد کرد؟ سیسترز، خانما لطفاً چند دقیقه دیگه صبر کنید، انشاءالله ما از خدمت شما مرخص میشیم و آزادید هر چی میخواید صحبت. من میدونم دل پوری رو دارید، خلاصه مدت هاست در مسائل مختلف صحبت نشده و اینجا زمینه خاصی به شما میده که با دوستانتون بشینید صحبت کردن، اما اگر خدا بخواد عمر طول درازی به شما داده و وقت زیاده. معیار قضاوت در روز قیامت چیه؟ این سوالی است که مطرح. آیا در برابر
یعنی عدالت خداوند اومده اقتضا کرده، میگه تمام این اعمال رو بایستی انجام بدی و اگر درست انجامش دادی یه راهی برات باز میشه. همینطوری که آیات گفت که میگه که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، تمام اعمال ما از بد یا خوب شکل میگیره، حاضر جلو چشممون، رفیق راه ما اعمال ماست. این یه معیار. یه معیار دیگه هم بیاد بگه که آقا معیارش اینه که بر علی اکبر که شما گریه کردید یه بلیط یه طرفه به شما میدن به طبقه هفتم بهشت راحت تا آخر عمر. مثلا معقول نیست این تصور. خواهشی که از برادران و خواهران دارم اینه که قبل از اینکه این حرف رو بزنن فکر کنن دربارش. معنای این حرف چیه؟ آیا با عدالت الهی جور در میاد؟ که یک کسی دیگه ای از ابتدای زندگیش زجر کشیده، جهاد کرده و کوشش کرده، با ظلم مبارزه کرده، راه راست رو انتخاب کرده، تمام اعمالش رو انجام داده، اون وقت شما فقط اومدید اینجا یک گریه رو کردید، جلوتر از اون برید به بهشت. این یه برداشت اشتباهی است از مسئله شفاعت. یه برداشت غلطی است از مسئله شفاعت. وقتی که ما میخوایم حرف بزنیم ببینیم آیا حرفمون مفهوم داره. یادتون هست شب اولی که من بحث رو شروع کردم یه سری معایر و مقایسی رو گذاشتم زمین، گفتم آقا جون چه در مسئله تحلیل تاریخ چه در مسائل دیگه بایستی در لابلای این قوانین ما اینها را تجزیه و تحلیل کنیم. اگر معیار عمله، اگر معیار اینه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نگاه کنه ببینید چی برای آینده پیش فرستاده. نمیاد بگه آقا سینه زنی و گریه کردن راه نجات هست، اما در صورتی که شما بقیه اعمالتون رو به عنوان یک جزء مکمل، وگرنه اگر بقیه ما میلنگیم در مسائل دیگه بعید میدونم این بتونه سابستیتیوشن بشه برای مسائل دیگه. اینو در مسئله دقت کنید. انشاءالله فردا شب اگر فرصتی بشه این مسئله رو یه خورده بیشتر میشه کافی میکنیم. در خاطر تأخیری که افتاد خلاصه ما معذرت میخوایم. دوباره بعضی از دوستان به ما گفتن برای اینکه اگر امکان داره با خوندن امن یجیب یک سری از برادران و خواهرانی که مشکل دارن اینها رو در نظر داشته باشید. خواهشی که از همگی دارم 5 مرتبه امن یجیب رو میخونیم و بعد در نظر میگیریم تمام اونهایی که محتاجن، گرفتارن، مریض دارن. انشاءالله خداوند گرفتاری هاشون رو برطرف کنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهی به مقدسان درگاهت قسمت می دهیم ما رو ببخش و بیار. توفیق عمل صالح رو به ما عنایت بفرما. ما را از تابعین با شناخت اهل بیت قرار بده. گذشتگان ما رو روحشون رو شاد بفرما. اونهایی که گرفتاری دارن، حاجت دارن، حاجتاشون رو برطرف بفرما. فرج مولا امام زمان رو تعجیل بفرما. بن نبی و آله الفاتحه مع الصلاه.